وطن ای مادر تاریخ ساز، ای مرا بر خاک تو روی نیاز، ای کویر تو بهشت جان من، عشق جاویدان من، ایران من. ای ز تو هستی گرفت ریشم، نیست جز اندیشت اندیشم. آرشی داری به تیر انداختن، دست بهرامی به شیر انداختن. کاوه آهنگری ضحاک‌کش، اتک دشمن افکنی ناپاک‌کش. رخشی و رستم بر او پا در رکاب، تا نبیند دشمنت هرگز به خواب. مرزداران دلیر جان به کف، سرفرازان سپاهت صف به صف. خون به دل کردن دشت و نهر را، بازگرداندند خرم شهر را. ای وطن، ای مادر ایران من، مادر اجداد و فرزندان من، خانه من، بانه من، توس من، هر وجب از خاکت و ناموس من. ای دریغ از تو که ویران بینمت، بیشه را خالی ز شیران بینمت. خاک تو گر نیست جان من مباد، زنده در این بوم و بر یک تن مباد. وطن یعنی همه آب و همه خاک، وطن یعنی همه عشق و همه پاک. به گاه شیر خاری گاه واره، به دور درد پیری عین چاره. وطن یعنی پدر مادر نیاکان، به خون و خاک بستن عهد و پیمان. وطن یعنی هویت اصل ریشه، سر آغاز و سر انجام و همیشه. بالا گوهرترین آموزگار جهان، اشو زرتوش اسپندمان، آن ایرانی خردمند، بزرگترین آموزش خدا در سه جمله زیر بیان فرمود: پندار نیک، گفتار نیک و کردارنی. و خداوندگار زبان پارسی حکیم ابوالقاسم فردوسی درباره رستگاری و دستیابی به فرمایش زرتشت بزرگ فرمود: به نام خداوند جان و خرد، که از این برتر اندیشه بر نگذرد. و من آریا باقری به همراه کارگردان فنی برنامه آقای سیاوش نازنین با تکرار این فرمایش خدایان ایران زمین، مهرامیزترین درودهای خود را تقدیم شما بینندگان ارجمند این برنامه می نمایم. و به پاس بزرگواری و از خودگذشتگی جانبازان پرسنل نیروهای مسلح شاهنشاهی، که از نخستین سحرگاهی که آخوندها و کمونیست‌ها، یعنی اتحاد ارتجاع سرخ و سیاه، با فریب و نیرنگ به حکومت رسیدن، توسط این دو طایفه ناجوانمرد به اتهامات واهی، سینه های فراخشان هدف گلوله های کینه توزانه و حیوانی آنان قرار گرفت و خون پاک عاشق ایرانشان سرزمین ما را
گلگون و گلباران کرد. یاد و نام فرد فردشان تا جاودانه جاودانه ها جاوید و پاینده باد. و فراموش نکنیم که هیچ ملتی دست به قتل عام ارتشیان خود نمیزند مگر بیگانگان و دشمنان آن ملت، و این رذالت و پستی به وسیله و به دست عمال بیگانه سرخ و سیاه و تاریک فکران در ایران انجام شد. مرگ و نیستی و تباهی نثار فرد فردان جرثومه های فساد انیرانی باد. این امروز دعای مختصر صبحگاهیمون بود که بسیارم کوتاه کرده بودم. همینطور که بر روی پرده بر روی صفحه تلویزیون مشاهده می‌فرمایید، امروز 25 آگوست 2014 است و برابر با سوم شهریور ماه 2573، یعنی سه روز از آخرین ماه تابستان داره میگذره. در اینجا هوا بسیار خوبه، بسیار مطلوبه. در شمال کالیفرنیا پریشب یه زلزله خیلی شدیدی رخ داده و حدود 50-60 نفر مصدوم شدن. امروز صبح باز در یه گوشه از لس آنجلس باز یه زلزله کوتاه اومده و در پرو زلزله شدید اومده و غیره و غیره. یعنی زمین اون زیرش خلاصه داره از دست حکومت‌های اسلامی در ایران و داعش و غیره، حتی از زیر داره، قلب زمین داره به درد اومده و داره حرکات بسیار بسیار شدیدی رو انجام میده و باعث قتل یا زخمی شدن یه تعداد دیگه و خرابکاری میشه. تاریخ عرض کردم 25 و ما هنوز 19550 دلار بابت ماه جولای، الان آگوستیم، یعنی 5 روز دیگه آگوست هم تمام میشه و ما 50000 دلار آگوست رو که هنوز حرفش رو نمیزنیم اصلا، ولی بابت جولای هنوز 30000 دلار کس داریم. 30000 و اینم 50000، 80000 دلار کسری داریم. من دیگه قرار شده که دیگه از این بابت صحبت نکنم. ریش و قیچی به قله ضرب المثل معروف ایرانی دست شماست. شمایید که صاحب اختیارید و میدونید و میتونید که تلویزیون رو نگه دارید، یا اینکه خدای ناخواسته بخواید که ماها هممون برگردیم خونه هامون و برای خودمون قصه هامون رو تعریف کنیم. برجهت این خواهش میکنم که در مورد همیاری به هر دلیل و به هر طریق و به هر سیستمی که خودتون صلاح میدونید و هر چقدری که در ید قدرتتون هست کوتاهی نکنید. به دوستانتون، به آشنایانتون، به فامیلتون، به کسانی که برجهت دلی در گروه عشق ایران دارن بهشون یادآوری کنید که این نمیگم حالا تنها، ولی یکی از تلویزیون هایی است که تمام وجودش فقط برای ایران هست و قلبش برای ایران میتپه و بچه های ایران به ویژه نسل جوان ایران بسیار بسیار در این مورد دلبسته به این چنل و به این تلویزیون هستن. از من نمیدونم چرا آقای آریانی کارو نمیکنن. گاهگاهی نوارهایی که اینجا برنامه در شب معمولا، خب ما که نیستیم، نوار هست و صداها رو ضبط میکنه و روز بچه های ایرانه، ببینید چقدر تلفن های واقعا محبت آمیز میشه، چقدر لطف میکنن، چه مسیج هایی میذارن، چه پیغام هایی میذارن و درخواست میکنن از شماها که کمک کنید، نذارید این تنها پنجره رو به ایران و تنها پنجره ای که یا تنها بلنگویی که احتمالاً اونا میتونن درد دلشون رو بیان کنن رو نبندید. به هر جهت این دیگه من اون چه شرط بلاغه است با تو میگویم، تو خواه از سخنم پندگی رو خواه ملا. برابر روش معمول برنامه از کتاب شورش 57 از 27 دی ماه 1158
تا 27 دی ماه سال 1159 جلد دوم، نوشته و تنظیم کننده آقای زنده یاد نازنین شهرام جاویدپور رو خدمتون میخونم. و این نه به این که بخوام انشا بخونیم یا بخوام کتاب خونی خون بکنم یا قصه، فقط به این دلیل دارم میخونم که ببینید که ماشین اعدام حکومت اسلامی چجوری در ایران هنوز که بعد از 36 سال هست، 36 سال یه کمی کمتر، هنوز دارن روزانه 10-15 نفره میکشن. و در اون زمان اوایل ببینید چقدر اینا بیش از 2 میلیون آدم ها در ایران، غیر از جنگ و این تباهی ها، 2 میلیون آدم ها اینا اعدام کردن و کشتن و تیکه تیکه کردن. امروز دوشنبه 3 شهریور 1359 برابر با 25 آگست 1980 رو خدمتون میخونم. در بندر عباس صبح امروز افراد زیر تیر باران شدن: رضا ارجمندی، محمد ارجمندی، عیسی پیلفکن، فرخ پنجتا. تمام نظامی هایی که میخواستن کاری بکنن و نذارن که این جرثومه های فساد بیان سر راه، اونا رو به جرم محاربه با خدا و پیغمبر و امام و رسول و نمیدونم نایب امام و معاون امام و پسوردار امام و غیره تیربارون میکردن. و تمام غیر نظامی هم که دیگه نمیتونستن، چون میدونستن تفنگی دستشون نیست و نمیتونن تیر هوایی در کنند، وقت از بغل پای خدا الله یا نمیدونم پیغمبر یا کسی در بره، اینا میمدن و به جرم قاچاق و فساد و فساد در ارز و فساد در نمیدونم چی، که در صورت که قاچاق و فساد و اینا همه مخصوص آخوند و پاسدار و غیر است و حتی مجاهدین اگر سر کار بودن. در فسا رمضان کاظمی و ایرج دهبزرگی تیرباران شدند. در عراق سحرگاه امروز افراد زیر به اتهام ارتکاب عمل لواط، کاری که تمام آخوندها در فیضیه ها انجام میدن، اینها رو در عراق تیرباران کردن: اصغر رضایی فرزند حسین، اصغر یادگاری، ابراهیم میرزایی، امیر هوشنگ سهامی. یعنی اینا همه کاری که تمام آخوندها در ذات وجودشون هست و اینها رو به همون جور اعدام کرد. اطلاعات نوشته زد و خوردهای مرزی میان ایران و عراق در مناطق تیله کوه، تنگ ترشابه یا ترشابه، با ویسی و قصر شیرین همچنان ادامه دارد و تا کنون تعداد کثیری کشته و مجروح به جای گذاشته. دارم روز سوم شهریور 1359 رو براتون میخونم، وقایع گذشته رو، تاریخ گذشته، وقایع گذشته، درس حرکات آینده ماست. افراد در اصفهان، افراد زیر به اتهام شرکت در کودتای 18 تیر ماه در اصفهان تیرباران شدند. هنوز الان یک ماه و نیم هم از 18 تیر گذشته و اینا هنوز دارن مردم رو دست دست نظامی ها رو میگیرن میکشن به جرم شرکت در رستاخیز پایگاه شاهرخی در 18 تیر 1360، مثل این که 59. دکتر مجید وصالی، منوچهر کریمی، ابراهیم کریمی، سیاوش همتی. ببینید حالا دکتر مجید وصالی که دکتر بوده، منوچهر کریمی مسئول کارخانه کنسرسازی آیدا بوده، ابراهیم کریمی کارمند بیمه، سیاوش همتی خیاط، اصغر علاوردی پیمانکار، سیاوش مومزابی مغازه‌دار، جلیل سلطانی، علی رحم صالحی بنا. بنا بیچاره بنایه رو به جرم شرکت در قیام نوژه. کارمند محمد هارونی کارمند آتش نشانی، عبد محمد هارونی مغازه دار. بعد اسمش هم عبد محمد، یعنی نوکر محمد بوده، ولی این بی همه چیزو اینه تیر باران.
خوی علی دودکاندو به اتهام سرقت مسلحانه و رعب و وحشت در خوی اعدام شد. در کیهان نوشته شده هنوز اینا از روز سوم شهریوره، یک سال و نیم بیشتر از ایجاد آغاز فتنه گذشته. ببینید چه جوری دارن میکشن، روزانه 100-150-200، هرچی. تازه اینا کسایی است که در روزنامه های رسمی نوشته میشده، حالا اگه ننوشتن و اینا که همین جوری میکشتن بدون اسم و اینا، اونا یه چیز دیگه. کیهان نوشته ساعت 10 صبح امروز اولین جلسه دادگاه ویژه رسیدگی به فاجعه سینما رکس آبادان که به دستور خامنه ای 100% خامنه ای و با شرکت این انجام شد. حالا این یک مش افسر بینوا رو گرفتن کشتن و میدونید که فیلمش هم مثل این که اون پری روزا روز جمعه تلویزیون ما نشون داد، سینما رکس آبادان جناب پرویز صیاد اجازه فرموده بودن که فیلمشون رو نمایش بدیم و نمایش دادیم و چقدر زیبا بود و واقعا باز هم حتما نمایش خواهند داد. بشینید ببینید اون آقای تکبلی زاده که مسئول این کار بود و آتیشا رو بود، خودش هی نام گفتن آقا ساواک، آقا ساواک نکرد تو نمایش حتما دیدیم، آقا ساواک نکرد، خود آقا به ما گفتن، آقا منم شوبیری موبیری با نمیدونم همین خامنه ای و نمیدونم غیره و غیره و اینها، اینا دستور آتش زدنه 400 نفر بچه و زن مرزن و بچه مردم و بچه شیرخواره، بچه 5 ماهه 6 ماهه 1 ساله رو تو آتش و دود سوزوندن. ساعت 10 صبح امروز اولین جلسه دادگاه ویژه رسیدگی به فاجعه سینما رکس آبادان به ریاست شیخ موسوی تبریزی و با حضور بیش از 700 نفر از بازماندگان این فاجعه در محل سینما نفت آبادان برگزار شد. در این دادگاه یک کارگر نقاش به نام حسین تکبریزاده اعتراف کرد که به اتفاق 3 تن دیگر از دوستانش به طور کمربندی سالن سینما را آغشته به تینر و روغن کرده و سپس به آتش کشیده است. تکبریزاده گفت 3 همکار وی در آتش سوزی سینما کشته شدند. و اینم خودش هم بیچاره میخواستن بهش آخونده گفت آقا برو برو خیلی خوب تو قلعه این دیوونه هست اینا، ولی هی گفت نه آقا منو محاکمه کن. اونقدر مرد بود، اونقدر شرف داشت با همه جنایتکار بودنش که بالاخره به اون گناهی که کرده بود بساب یقش گرفته بود و خودش رو به اعدام داد و بالاخره اونم مجبور شدن اعدام کنه. سه‌شنبه 4 شهریور فردا یعنی شهریور 59 عراق سهرگاه امروز سلیمان خان خانبلوکی به اتهام تلاش در استحکام بخشیدن به نظام شاهنشاهی در عراق تیر باران. خدا آخونده که می رفتن تا کمر خم می شدن و کفش اعلی حضرت رو می بوسیدن و اونجای اعلی حضرت رو می لیسیدن، اینا استحکام نمی کردن حکومت شاهنشاهی رو. ولی این بیچاره حالا مثلا چی کاره بوده، پول خواستن ازش نداده، به این جرم کشتن. دیگه جرمی دیگه از این مسخره تر نیست. مثل اینه که فردا این حکومت به درک واصل میشه همه رو بگیرن بکشن آقا، به علت که البته خیلی ها مستوجب این کار هستن، ولی اونایی که مثلا یارو کار من بوده یا نمیدونم بگن آقا به علت استحکام بخشیدن. خب داره کار میکنه تو این حکومت، باید این کارو بکنه. کیهان: شیخ حسین نوری نماینده روح الله خمینی در اروپا که اخیراً پس از مسافرت به 11 کشور اروپایی به ایران بازگشته است، در یک مصاحبه مطبوعاتی گفت ببینید چه ایراد بزرگی از حکومت شاهنشاهی گرفته، چقدر بد بوده این کاری که حکومت شاهنشاهی کرده. سفارتخانه های ایران در کشورهای اروپایی و همچنین رزیدانس هایی یعنی همون محل اقامت، محل سکونت سفیر هایی که محل اقامت سفیر یا سرکنسول دولت شاهنشاهی ایران بوده است، در بهترین و مرغوب ترین محل شهرهای اروپایی خریداری شده. یعنی نه باید میرفتن توی مثلا کثافت ترین منطقه های اون شهر یا اون کشور یا اون پایتخت، باید میرفتن در بهترین نباید بوده باشه، باید اینجوری بود. ولی حالا خداشون هر حمالی هر پاسداری هر نونم لاتی چاقوکشی در زیباترین مناطق دنیا چندین کاخ دارن.
و خود مثلا رفسنجانی و خامنه ای و نمیدونم طبسی و ربسی و این آخوندا در بهترین مقام و با فرش‌های ایرانی و مبلمان بسیار عالی تابلوهای نفیس و اشیای گرانبها تزیین گردیده است. شیخ حسین نوری میزان اموال ایران در سفارتخانه اروپایی را میلیون‌ها تومان اعلام کرد و گفت تنها رزیدانس سفیر ایران در لاهه که 60,000 متر مربع وسعت دارد اکنون 240 میلیون تومان ارزش دارد. اینا همه پول همه رو فروختن، اینا تمام رو تبدیل به دلار کردن ریختن به حساب آخوندا. زمین رزیدانس او حالا رزیدانس شد، یعنی همون محل سکونته. سفیر ایران در ژنو 15,000 متر مربع و در بن 12,000 متر مربع می باشد. حالا اینا عیب بوده، خب حالا که اقلا همه رو شما فروختین و خوردین یا ضبط کردین برای ننه بابا و عمه و خالتون. کیهان دایره مبارزه با منکرات اعلام کرد در پی ممنوعیت تهیه تولید و فروش نوارهای موسیقی تاکنون اقدام به جمع‌آوری و مصادره بیش از 100,000 نوار موسیقی نموده است. همچنین مقدار زیادی آلات و ادوات موسیقی مصادره شده و برای استفاده از سرودهای مذهبی به ارتش، سپاه پاسداران، مساجد و مؤسسات تبلیغاتی اسلامی تحویل گرفته است. در این مورد جمع و جور کردن ادوات موسیقی بعد از اینکه اینا رو تموم کردم براتون یه جوک کوچولو هست میگم، امیدوارم یادم بمونه. اطلاعات 97 نفر از کارمندان آموزش پرورش و گمد کابوس پاکسازی شدن، که باز خدمتتون عرض کردم که چیز میمون بزرگ رئیس جمهور 8 ساله ایران 480,000 تا استخدام غیر قانونی کرده بود که 180,000 تا لات و لوت و چاق و کش و بی سواد دو کلاس اکابر هم سواد نداشتن در فرهنگ استخدام کرده بود برای پرورش دادن بچه های ایران. حالا همینجور دارن هر کی با سواده از فرهنگ و تمام اداران بیرون میکنن، هرچی توفاله و نخاله است نگر میدن. چهارشنبه 5 شهریور 1359 رو خدمتتون میگم، بامداد امروز در تهران حسن یزدیانپور و زهرا دادگستر به اتهام قاچاق مواد در زندان قصر تیرباران شده. سریع میخونم برای اینکه ساعت 9:30 یه برنامه کوچولو داریم خدمتتون معرفی میکنم. افراد زیر به اتهام قاچاق در مشهد تیرباران شدند. ابراهیم بخشی، غلام حیدر رحمت اللهی، محمد علی چیزکی. خبرگزاری پارس، کتابخانه پهلوی که در زمینه ایران شناسی و جمع‌آوری کتب قدیمی و خطی و همچنین عکس برداری از متون آنها فعالیت میکرد و عضو اتحادیه جهانی ایران شناسی بود تعطیل و منحل گردید. تمام کتاب‌های کتابخانه پهلوی رو که میلیون‌ها دلار ارزش داشت، اغلب از کتاب‌هاش چند ده میلیون دلار قیمتش بود، اینا رو همه رو دزدیدن آخوندا، ورق ورق کردن بردن این بر اون ور، تیکه تیکه کردن و تمام بچه آخوندا مثل اون رینگو و مینگو و اون آشغالا بچه آخوندا که میگن آغاز اولاغزاده رو میگن آغازاده بچه آخوندا رو اینا بردن فروخت. خبرگزاری پارس به دنبال چند روز آرامش از بامداد امروز در گریه‌های شهید مرز ایران و عراق در ناحیه قصر شیرین اثر گرفته شد. نیروهای عراقی به چند پاسگاه ایرانی حمله کردند و نیروهای طرفین به مواضع یکدیگر آتش گشودند. جنگ داره یواش یواش دامنه آتشش در همه جا گسترده. کیهان به دستور شیخ صادق خلخالی، اون حرومزاده آخوند واقعا بچه میدونین خودتون چی میخوام بگم، کلیه رستوران ها و دکه های پشت پارک شاهنشاهی با بولدوزر تخریب شد. ارزش برخی از این رستوران ها به 400,000 تومان میرسید. 400,000 تومان یه سال بعد از انقلاب، یعنی 400 میلیون حالا یا بیشتر، 400 میلیارد حالا. پنجشنبه 6 شهریور هم میخونیم، جمعه میذاریم برای جمعه. 6 شهریور 1159 اهواز، سرگاه امروز افراد زیر به اتهام شرکت در کودتای قیام 18 تیر ماه مجددا در اینجا در پارک پل چهارم اهواز تیرباران، در کنار پارک پل چهارم اهواز تیرباران. سرگرد زرهی سیروس ستوده فرمانده گردان 221 تان یادش گرامی بود. سروان زرهی محمد براتی رئیس رکن سوم گردان 264 تانک.
ستوانیار سوم بهداری رسول یحیی پسند کوجانی، استوار یکم محمد علی مهرابی، استوار یکم ایرج مرودشتی، امیدوار آتش برو کارمند شرکت نفت، داریوش آتش برو اونم حتما کارمند بوده، اینها در اهواز تیرباران شد. در شهسوار افراد زیر به اتهام قاچاق، یدالله مهرابی، محمود مومنی، ناصر نمازی. من اینا رو میخونم فقط این اسامی که به دست این جرثومه های فساد که همیشه میگم اول کشته شدن و تیربارون شدن و سینه هاشون رو آتیش زدن و پاره پاره کردن، حداقل یه بار نامشون، کاری که هرگز ایرانی ها نمی کنن، نام علی و حسن حسین رقیه و سکینه، اینا روزی هزاران بار میلیون ها بار به گوشتون میخوره، ولی نام بچه های ایران هرگز و در هیچ جا یاد نمیشه. در قوم سهرگاه امروز دو جوان 19 ساله به نام های اکبر فراشاهی و محمود قضاعالی به اتهام قتل در قوم تیرباران شد. خبرگزاری پست 173 نفر از کارمندان ادارات دولتی در استانهای گیلان و سمنان پاکسازی شدن و اخراج شدن. چرا؟ برای اینکه یخت سواد داشتن، یخت شعور داشتن، دوز نبودن و غیر. میانه آخرین خبر، سرگاه امروز سعدالله عباسی و قنبر میانچی به اتهام قاچاق در میانه تیرباران شد. جمعه دوباره وحشتناک تیرباران کردن که براتون در روز جمعه میخونم. ازم بزرگتون که من هم گفتم که یه جوک براتون بگم. آلات موسیقی رو که داشتن زفت میکردن همه رو، بعد یکی از همین رهبران ارکستری که قرار بود که موزیک به حساب سرود خمینی ای امام رو بزنن، رفتن پیش امام گفتن که حضرت امام شما فرمودین که تمام آلات موسیقی رو ضبط کنن و خود کردن از بین بردن و فلان اینا، ما حالا خب حالا بفرمایید ببینیم که ویولون حرامه، میگن بله حرامه، میگن که شیپور حرامه، میگن بله، میگه ساکسیفون حرامه، میگن بله، میگه نمیدونم جاز طبل حرامه، میگن بله، هر چی رو میگن، میگه پس ببخشین، پس موزیک خمینی امام رو با چی میگن، با اون چیز بزنیم که مردم سرود رو بخونن، که خب حالا امام دستوراتی میدن در این مورد. این البته یه جوک بود خدمتتون عرض کردم. من یکی دو دقیقه وقت داریم تا نهونیم. من میخوام که اون روز براتون از اسامی بزرگان ایران رو که خدمتون میخونم، من تا کاوه آهنگر رو براتون خوندم، امروز از کمبوجیه رو میخوام. من به دلیلی که ما گفتم ایرانی ایران و ایرانی هرگز به بزرگان خودش احترام نمیذاره، ما فقط سرمون، گوشمون، ذهنمون، چشممون، دیدمون و فکرمون توی دهن آخونده، ببینیم که کدوم عربی رو به ما ترغیب یا تشویق میکنن، کدوم به توده یاس، ببینیم کدوم نمیدونم چگوارا، نمیدونم استالین، نمیدونم خلاصه اینایی که مال کشورهای کمونیستی یعنی غیره و غیره، ما او و فلان و این حرفا، کدوم اینا رو میگن اونا بشه برامون ملکه و خدا، ولی بزرگترین خدایان ایران رو هرگز یادشون نمی کنیم. من به همین به خاطر کوری چشم دشمنان ایران و به ویژه اینهایی که مثلا رئیس مجلس که آخوند عربه و عراقیه با 4-5 تا برادر دزد قافل زن هستن و تمام تهران زمینش خوردن و همش میگن که ایران تربیت نداشت، شعور نداشت، سواد نداشت، عربای لختی پاپچی سوسمارخور اومدن به ایران تربیت و نمیدونم سواد یاد داد. کامبوزیا یا کامبیز فرزند کوروش کبیر، او با اقتداری ستودنی و باور نکردنی در سال 525 قبل از میلاد سرزمین های مصر را بدیلی عمل نکوه، ببخشید منظورش به دلیل عمل نکوهیده مصریان در برابر ایرانیان که تعدادی از ایرانیان را در مصر کشتن و به تمسخر پرداختن، فتح کرد و کل مصر به زیر چتر پادشاهی ایران درآورد.
اینا بزرگان ایران بودن. او پیرو مزدیسنا زرتوش بود و همواره دین بهی را دنبال میکرد. وی در راه بازگشت خبردار شد که فردی به نام بردیه در گنومات ادعای پادشاهی ایران نموده است و به نام برادر او کل پادشاهی را از آن خود کرده و دست به جنایت و کشتار مردم ایران زده، که در نهایت از اندوه این کار نکوهیده او جان داد. کورش کبیر یه خود زیاده، این را میذارم برای آینده. و امروز میخوام در مورد کتاب یک جهان مطلب، سیاوش جان هر وقت فرصت کردین آقای شمشیری رو بگیرید باشون صحبت میکنم. یک جهان مطلب راجع به حافظ و اشعار او، مجموعه کامل تمام جزوه های حافظ، نگارش مهدی کریمی، ببخشید شمشیری. این جناب شمشیری نازنین ما کتابی نوشتن به همین نامی که خدمتتون خوندم، یک جهان مطلب راجع به حافظ و اشعار او. من چون که خودم قادر نیستم اونطوری که خود استاد شمشیری بزرگ لطف میکنن و خط رو بگیریم. استاد شمشیری نازنین درود میگم خدمت شما، بامدادتون شاد قربان. درود بر شما و درود بر همه بینندگان گرامی و عزیز تلویزیون جهانی ایران آریایی. استاد شمشیری نازنین، علت این که مزاحم وقت زیبا و شریف شما شدم اینه که من خواستم، من همیشه در برنامه میگم از لطف شما، از مرحمت شما که چقدر لطف دارین، از تمام کتاباتون همیشه به صورت هدیه به ما میدین و به ویژه در این آخرین کتابتون که به نام یک جهان مطلب راجع به حافظ و اشعار او هست و الان در دست منه، تعداد زیادیش رو به ما هدیه دادن، به تمام بچه های تلویزیون هدیه لطف کردن و یه مقدارش هم دادن که ما به حساب به فروش برسونیم، یعنی چی میگن، هدیه بدیم و یه هدیه کوچولوی از شما بگیریم برای پایداری تلویزیون. من چون خودم قادر نبودم که راجع به این کتاب بسیار مهم بتونم چیزی اظهار نظر بکنم یا نظری بدم، اینه که از خود استاد استدعا کردم که یک توضیح مختصری در مورد کتاب یک جهان مطلب راجع به حافظ و اشعار او برامون بفرمایید. ما سراپا گوشیم و در خدمت شما. خیلی ممنون و متشکر از لطف شما که بنده رو در برنامه خودتون دعوت فرمودید و این افتخار به من دادید. باعث افتخار و سرفرازی من قربان. خواهش میکنم. و این کتاب یک جهان مطلب راجع به حافظ و اشعار او واقعا اسمیست به نظر من با مسمی، و یک جهان مطلب در مورد حافظ و اشعار او هست و هر کس یک جلد از این کتاب داشته باشه آنچه که میخواهد راجع به حافظ و اشعار او بدونه در این کتاب هست، با یک با مطالب بسیار زیاد دیگر. در این کتاب مطالبی بود که کسی نمیدونست، مثلا تاریخ تولد حافظ، یا آیا حافظ عارف بوده، آیا صوفی بوده یا نبوده، اینها که پاسخ داده شده بمانه. در هر غزلی که مورد بررسی قرار گرفته وزن غزل و این که و ردف غزل، قافیه غزل و صنایع شعری و صنایع لفظی و صنایع معنوی شعر گفته شده، و اگر کسی اون کتاب بخونه واقعا یک دوره شعر و ادبیات فارسی رو میتونه دریابه. مثلا در این کتاب هر جا رسیدیم به مطلبی که این شعر ملون هست، موشح هست، تشبیه هست، کنایه هست، استعاره هست، ایهام هست، مراعات نظیر مثلا هست، از این چیزا، حسن طلب هست، التفات هست، مت موجه، تمثیل، اینا همه حسن مطلب یادم میایی به تدریج. تمام این مطالب وقتی به بیت رسیدیم، به شعر رسیدیم، اینها شرح داده شده.
واژه ها معنی شده، هر بیت معنی شده. غیر از اینها در این کتاب مثلا وقتی رسیدیم به مطالبی که درست معنیش نمیدونستن، مثلا آیا کشتی شکستگان درسته یا کشتی نشستگان، که اونجا که می کشتی نشستگان این عباد شورت برخیز. اتفاقا استاد من میخواستم همین رو سوال کنم، ببینید علامت هم اینجا گذاشتم، کلینیک گذاشتم لاش، کشتی نشستگانیم ای باد شرط برخیز. نه خیلی جا، بله بله بفرمایید. بله بله، این تمام اینها در اینجا شهر داده شده که کدوم که اینها کدومش درسته. یک مطالب دیگری شهر داده شده که مثلا وقتی که اسلام آمده، زنهای آزاد که در عربستان بودن و یک خدیجه بوده که در ردیف سایر بازرگانان و ثروتمندان ثروت فراهم کرده بوده و همتراز با آنها تجارت می کرده، یک دفعه همه فرستاده تو خونه ها و اون اختناق براشون به وجود آورده و بعد آخوندها به دروغ گفتند که پیش از اسلام زنها رو به گور می زنده به گور می کردن، دختران بعد از تولد. در این کتاب با سند ثابت شده که این مطلب کاملا دروغه و ابتدای افسانه هم در زمان حضرت محمد بوده. در این کتاب هر شعری که رسیدیم، سلیمان، یوسف، مثلا زلیخا، قارون، آینه سکندر، شهاب ثاقب، اینها دقیقا شرح داده شده. بعد مثلا داستانهایی ساختن که داستان شانمت الله ولی و آیا حافظ به او ارادت داشته در حالی که چنین چیزی نبوده، در این کتاب شرح داده شده. در مورد داستان گفتگوی حافظ و امیر تیمور که آیا واقعا درست یا نه، با دلیل مطالب جالب گفته شده. و مطالب دیگه که آیا حافظ از گروه ملامتیان بوده یا نبوده، گروه ملامتیان شهر داده شده، یا اینکه آیا حافظ جبری مذهب بوده یا مذهب اختیار داشته، اینها دقیقا صحبت شده. و مخصوصا یک مطلب دیگه ای که خیلی مهم هست اینه که عده‌ای ببخشید حافظ ببخشید که مجبورم صحبت کنم، حافظ فکر میکردند علاقه به بچه ها و پسر ها و اینها داره و اشعارش بیشتر به نظر میرسه که در مدح پسر بچه هاست. از این جهت حافظ تبرئه شده در این کتاب به دلیل اینکه شاه شجاع در زمان حافظ به سه چیز به خودش میبالیده. یکی فوق العاده واقعا زیبا بوده و دلش میخواسته همه تعریف زیبایی اونو بکنن. یکی از سوار ماهری بوده، لقب شاه سوار یا ابوالفوارس داشته. و یکی این که شخص مکتب نرفته بوده، چون همیشه همراه باباش در جنگ ها و اینها شرکت میکرده، در همون لشکرکشی ها و اردوگاه و اینها سواد آموخته بوده و افتخار میکرده که من به مکتب نرفته سواد آموختم. این مدح حافظ مثلا در اون جایی که در اون شعر زیبا که میگه مطلعش این ستارهی بدرخشید و ماه مجلس شد، دل رمیده ما را انیس و مونس شد، هر سه وقت شاه شجاع شده. مثلا در وصف زیبای او میگه که طرف سرای محبت کنون شود مأمور، که طاق ابروی یار منش مهندس شد، یا کرشمه تو شرابی به عاشقان پیمود، که علم بی خبر افتاد و عقل بی حس شد. این تعریف زیباییش. اما تعریف سواد و معلومات، نگار من که به مکتب نرفت و خط ننوشت، به غمزه مسئله آموز صد مدرس شد. این آمدن ارتباط دادن به حضرت محمد در حالی که دروغه. این مربوط به شاه شجاعه.
و مدح این که به مکتب نرفته، یا لقب او که شه سوار و ابوالفوارس بوده. در همین غزل میگه خیال آب خضر یا خضر، هر دوتا درسته، همون خضره که در اینجا خیال آب خضر بست و جام اسکندر، به جرع نوشی سلطان ابوالفوارس شد. در خیلی غزلهای حافظ یا مثلا در جایی میگه رواق منظر چشم من آشیانه توست، کرم نما و فرودا که خانه خانه توست، تو خود چه لعبتی ای شه سوار شیرین کار. شه سوار که توسنی چو فلک رام تازیانه توست. این باید بسیاری از اشعار حافظ تبرئه کرد از این که این اشعار در مورد پسر بچه ها نیست و این در مورد شاه شجاع هست که علاقه داشته زیبایی او تعریف بشه. خیلی بسیاری مطالب دیگه در این کتاب هست. کسانی که اعتقاد دارند به فال، که البته من بارها گفتم اعتقاد ندارم، در پایان هر غزل مفهوم کلی اون غزل شرح داده شده، که کسانی که اعتقاد دارند به غزل برن اون مفهوم کلی رو بخونن، خودشون قضاوت کنن در مورد این مطالب. و به هر جهت این اسم واقعیه که یک جهان مطلب راجع به حافظ و اشعار او در یک در این نزدیک به 300 صفحه داره و در همین 300 صفحه مسلماً دوستان میتونن شعر و ادب فارسی رو تا اندازه زیادی کاملا درک کنند و حتی بدیع و قافیه و عروض بدونن چی هست. بله بله بله، بسیار سپاسگزارم. میگم که جناب شمشیری نازنین، میگم شما یک کلام که میگین من باید یک کتاب حرف بزنم پشتش تا بتونم اون کلام شما رو یعنی درک کرده باشم. و شما واقعا چقدر زیبا، اگر بازم مواردی هست در این مورد که باید به اطلاع دوستان عزیز ما برسونین، بازم در خدمتتون هستیم. ما خیلی ممنون و متشکر از لطف شما که امروز اجازه بدید که دوستان همینقدر کافی باشه. ولی یه خواهش دارم از شنوندگان و بینندگان ببخشید، از بینندگان عزیز شما، که هر سؤالی که راجع به حافظ و این کتاب داشتند بفرمایند، سوال کنند و من با کمال میل پاسخگوی اونها هستم، چون بسیاری از فارسی زبانان که علاقمند به حافظ هستند بسیاری مطالب هست میخوان راجع به این مرد بزرگ بدونند. سپاس از فرمایند، بنده در خدمت هستم. بعدا هم ممکن سوالاتشون شما یادداشت بفرمایید، من بعدا جواب میدم. حتما حتی میتونین به من زنگ بزنید، من یادداشت میکنم و باز دوباره در هر برنامه خواهش میکنم استاد یک چند دقیقه مزاحم وقتشون میشیم و سوالا رو مطرح میکنیم و استاد پاسخ میدن. من یک موردی هم در چند روز پیش در تلویزیون صدای آمریکا شنیدم، آقایی به نام امینی داشت خیلی مزخرفات و چیزو خزعبلات داشت میگفت راجب 28 مرداد و این آقای مصدق و غیره، که اینا رو حتما میخوام یادداشت میکنم و یک روز میخوام خواهش کنم یا اصلا بدم که خود شما در برنامه خودتون لطف بفرمان و اینا رو پاسخ بدید. همینطور که فرمودید شاید برنامه خودتون در ساعتی نباشه که ایران خوب باشه، ولی بازپخشش زمانی هست که در یکی از مواقع بسیار خوب ایرانه. من در مورد اون فرمایش شما با آقای سیاوش نازنین صحبت کردم، قرار شد که بررسی کنن اوضاع رو و ببینن، با آقای آریان صحبت کنن، با آقای آریان مدیر تلویزیون، و ببینن که در اون مورد فرمایشتون چی کار میتونیم بکنیم، که حتما خدمتون عرض خواهم کرد. دیگه ممنون و متشکر از لطف شما و همچنین از سایر دوستان.
واقعا سپاسگزاری میکنم. در مورد 28 مرداد الان چند برنامه هست که من هفته گذشته و یک هفته جلوترش بود و امروز هم در ساعت 3 بعد از ظهر به وقت کالیفرنیا ادامه همون مطالب راجع به 28 مرداد هست که من صحبت میکنم. ولی جناب آقای باقری، هر چی که ما بگوییم اونها همون حرف خودشون رو میزن. درسته، مرغی پا داره. بله، همون آخر این اسناد CIA تمام حرفهایی که میزنن تا 25 مرداده. اسناد CIA میگه ما این کار کردیم. روز شب 25 مرداد که صبحش روز 25 مرداد بود میگه که تموم شد، برنامه شکست خورد. یعنی تمام برنامه هایی که درست کرده بودن دیگه کاری به 28 مرداد نداره. ولی 25 مرداد توده ها ریختند و شهر گرفتند و مجسمه ها را آوردن پایین و متین دادن که جمهوری دموکراتیک میخواییم. آقا اینها یک کاری در 25 مرداد و 26 مرداد کردند و فاطمی اومد شهر مخلوع اعلام کرد و سلام شامگاهی صبحگاهی را از ارتش برداشتن و ارتش‌های شهر از ادارات آوردن پایین. آقای باقری، من در اون وقت بودم، شاهد بودم، مردم وحشت کردن. نه طرفداران شاه 28 مرداد قیام کردن، نه طرفداران مصدق، طرفداران ایران در روز 28 مرداد قیام کردن. برای خاطر چی؟ برای که همه وحشت کردن که ایران داره میره پشت پرده آهنین، چون توده ها خیلی قیام کردن. در اون وقت دو تا حزب زحمتکشان بودی که دکتر بقایی که خلیل ملکی، یکی طرفدار شاه بودی که طرفدار مصدق، هر دوتا مخالف حزب توده بودن و هر دوتا افرادش روز 28 مرداد علیه توده ها قیام کردن. پان ایرانیست ها یک طرف مثلا طرفدار مصدق بودند، افراد دیگه آیت الله کاشانی و داردستش طرفدار شاه بودند. ولی روز 28 مرداد صحبت شاه و مصدق و اینا نبود. ارتش، جناب آقای باقری، شما در میدونی در ارتش ساکت بودند تا 28 مرداد. ولی وقتی 25 مرداد ارتشی ها دیدند ایران داره میره پشت پرده آهنین، ارتش دیگه تکون خورد. یعنی 28 مرداد ما مدیون توده ها هستیم و مدیون به تندروی دولت و فاطمی و اینها. این که میگن آقا طرفداران مصدق و اینها، به نظر من صحبت بیجایی. روز 28 مرداد مخالفین حزب توده و طرفداران ایران و کسانی که از رفتن ایران به پشت پرده آهنین به وحشت افتاده بودند قیام کردند و توده ها رو سر جا خودشون نشوندند و ایران حفظ کردند. نه طرفدار شاه، نه طرفدار مصدق، طرفدار ایران. زنده باد، سپاسگزارم. پس دیگه امروز میشینیم به پای فرمایشات شما و با گوش جان گوش میدیم. خیلی ممنون و متشکرم. چقدر لطف کردین که به برنامه رونق دادید استاد ارجمندم. خواهش میکنم، من همیشه ممنون و مدیون شما هستم. خدا نگهدارتون. مرسی، خدا. خب این از فرمایشات استاد نازنین جناب مهدی شمشیری، نگارنده یک جهان مطلب راجع به حافظ و اشعار او، مجموعه کامل عینک لازم تمام جزوه های حافظنامه، نگارش مهدی شمشیری. خواهش میکنم زنگ بزنید امروز، هر کس امروز این کتاب رو ما گذاشتیم به صورت هدیه گرفتیم ما اینا را، ولی من خواستم 50 دلار بدم. امروز هر کس که زنگ بزنه 35 دلار، یه 10-15 تا از این داریم. دلم میخواد امروز این 10-15 تا شماره این بره
هر کس امروز زنگ بزنه 35 دلار، از فردا دوباره 50 دلار. خیلی دیگه منتظر تلفن‌های شما هستیم. اسامیتون رو الان یادداشت میکنن، شماره تلفنتون رو یه نیم ساعت یه ساعت نیم ساعت دیگه خانم رئیس دفتر ما تشریف میارن، مهناز خانم، و فوراً ترتیب ارسال کتاب خدمتون میدن. خب اینم مال این. من فکر میکنم که یه موزیکی هست که من بسیار دوست داشتم، از کارگردان عزیزمونم پرسیدم که این تا حالا پخش شده، گفتن چندین بار پخش شده، چقدرم مورد وثوق و مورد علاقه شما عزیزانه. به نام سرزمین من، یک دسته ارکستر بچه هاست، دختر بچه ها و پسر بچه های 10، 12 تا 13، 14 ساله. چقدر زیبا میخونن اینو، ولی در با اینکه در ایران ضبط شده، ولی اجازه ندادن در تلویزیون ایران پخش بشه، به دلیلی که نام ایران و نام سرزمین من هست، نه که سرزمین اسلام. چون میگه سرزمین من ایران، اینو نه اجازه ندادن پخش کنن، ولی ما پخش میکنیم به کوری چشم آخوند و حکومتی‌های حکومت اسلامی. با همینو میبینیم. خواهش میکنم به افتخار این بچه‌ها، هر جا هستین تو خونتون حتا دست بزنید، واسه من صورت نازنین فرد فردشون رو میبوسم، تقدیم به تمام کسانی که به ایران عشق میورزن. به کوه و دشت ها و دره ها و سبزه ها بخوان سرود عشق را، وطن همیشه جاودان بمان. ای سرزمین من، ای سرزمین من. Baby.
بسیار زیبا بود واقعا، چقدر قشنگ، چقدر بچه های نازنین. ولی ببینید دخترهای ما رو به چه صورتی در آوردن، چه ریختی قیافه هاشون رو واقعا عجیب و غریب کردن. آخه این چه دینیه، چه نمیدونم. والا عرضم بزرگتون که یه مطلبی من دارم میخوام براتون بخونم. به نام اینو از یکی از ایمیل ها گرفتم، امیدوارم که واقعا براتون درسی بشه. ببخشید. میگه ایرانی نیستی اگه این مطلب رو حداقل یک بار نخونی. حالا من براتون میخونم که شما هم ایرانی باشید. میگه من ایرانی نیستم چون عرب ها پ ندارن و به پارس ها میگوین فارس و من هم همینو میگویم. من ایرانی نیستم چون به جای درود میگویم سلام و به جای بدرود میگویم خدا حافظ. من ایرانی نیستم چون روز کوروش بزرگ را نمیدانم، هفته آبان، چهار آبان تولد بزرگ مرد ایران محمد رضا شاه کبیره و هفته آبان تولد یا روز کوروش کبیر در تمام دنیا ثبت شده، چون این روز فقط در تقویم کشور من ثبت نشده است. البته در فکر کنم در تقویم چاپ لس‌آنجلس هم ثبت نشده است. من ایرانی نیستم چون عرب ها به من آموختن به خوراک بگوییم غذا، در حالی که خودشان به پیشاب شتر میگوین غذا و من هم تکرار میکنم. من ایرانی نیستم چون عرب ها به من آموختن برای شمارش خودمان به جای تن از نفر استفاده کنیم که واحد شمارش حیوانات است. من ایرانی نیستم چون عرب ها به من آموختن که به جای گفتن واق واق سگ بگویم پارس که نام وطن ما است. من ایرانی نیستم چون اعراب به من آموختن و عرب تبارها که الان هستم به من آموختن بگوییم شاهنامه آخرش خوشه، چون در آخر شاهنامه ایرانیان از اعراب شکست میخورن. پس آخر شاهنامه خوش نیست، شرماور و واقعا دلاشوب کننده است. یادتون باشه دیگه این ضرب المثل رو به کار نبرید. من ایرانی نیستم چون به جای نشر و کپی این مطلب بی خیال از کنار آن میگذرم. اینو به همدیگه بگید و ببینید که واقعا چه چیزایی رو باید در نظر بگیرید. یه مطلب بسیار کوتاهی بود. یه مطلبی رو براتون از بیداری 75 انتخاب کرده بودم، ولی الان که چیز که نگاه کردم دیدم که اگه اینو بخونم دیگه فکر کنم کارگردان دست و پامو جمع میکنه و ردم میکنه بره خونم، برم خونم. بنابراین نمیخونمش و میذارم یه مسئله دیگر رو. بذارید این مطلب رو فقط به خاطری که از بیداری یاد کرده باشیم. ماهنامه بیداری 858 32013، یعنی 32313 زنگ بزنید آبونمان بشید، به صورت رایگان بگیرید، پول نمیخواد بدید، رایگان. میگه تا روزی که آخونها باشن نه نادانی کم میشه و نه ریاکاری از بین میره. این از بیداری شماره 75. حالا میگه که اینو توجه کنید، بسیار مهمه، قابل توجه تمام شیعیان عزیز گل و زیارت کننده مقبره های اماما و امامزاده ها بود. میگه آرامگاه پرزرق و برق خمینی به ما ثابت کرد هر جا گنبد و بارگاهی دیدیم این به آن معنا نیست که در زیر آن گنبد انسانی خوب با شعور و با اخلاق و بی گناه چال شده است. باشد که از سر نادانی ملتی در زیر آن گنبد یک فرد تبهکار، دروغگو، ضد انسان، ضد زن و بیمار روانی جسد کثیفش به زیر خاک رفته باشه. اینا من از اینجا میخونم و از خودم نمیگم، به حساب من از روی این درم. یه چیز دیگه هم میخونم، اینم جالبه،
از آقای دوناتیو کورلئون، حتما یه نویسنده بزرگ، کسی من نمیشناسم ولی چیز قشنگی میگه. میگه اگر خدا میخواست وجود خودش را با معجزه‌ای به اثبات برساند، یوسف نجار را حامله میکرد نه مریم را، مردها که هر روز این کار را انجام میدهند. پس این معجزه‌ای نبوده که مریم را حامله کرده. خب اگر راست میگید یوسف نجار را حامله میکرد. اینم مطلب من براتون خوندم. عرضم حضورتون که من یه مطلبی از که از قراره که من میخوام هر بار از بزرگان ایران یکی دوتا را الان از این صفحهی که دارم 5-6 تا 7-8 تا دیگه دارم که در یکی دو جلسه میخونم و از جلسات بعدی در صورت که زنده بودیم و در خدمتون بودم، این هر روز یکی از بزرگان ایران رو مثلا مثل الان فکر کنید ابو علی سینا رو یا فردوسی رو یا حافظ رو یا سعدی رو، یا حالا حافظ سعدی و فردوسی رو که میشناسین، ولی خیلی کسا هستن که بسیار بسیار بزرگ، بسیار بسیار ارزشمند بودن در جهان، ولی ما نه تنها نمیدونیم نمیشناسیم و الان کشورهای دیگه مثل کشورهای عربی و غیره و غیره دارن اینا رو از ما میدزدن. من میخوام آخرین قسمتی از کتاب، از اون مقاله بزرگی که نوشته آقای برزو پناهی است و در مورد ما به او بد کردیم، در مورد اعلی حضرت محمد رضا شاه که چه خیانتی ملت ایران به پادشاه بزرگ خودش کرد و اونو با چشم گریون از ایران بیرون کردیم، آخرین قسمتش دو سه صفحه هست، صفحات بسیار چیز با حروف درشته براتون میخونم. ولی باید دیروز رو خدمتتون عرض کنم که دیروز مراسم ختم یا یادبود پدر خانم جام سرهنگ وزین بود و ایشون در یک مرد بسیار بسیار فرهیخته و واقعا دلم میخواست که در اون مجلس بسیار بسیار زیبا و واقعا در شأن یک مرد فرهیخته ایرانی که بود و نبه هاشون صحبت میکردن، چقدر زیبا، چقدر واقعا از این مرد بزرگ چه درس هایی آموخته بودن، دیرو به ما یادآوری کردن. من به حضور جناب سرهنگ وزین، همسر نازنینشون و همه عزیزان وابسته مجدد تسلیت میگم، گرچه در اون جلسه حضور داشتم. آقای پارسا، اون گوینده و مجری برنامه های تلویزیون پارس، بسیار خوش سخن و واقعا شیرین بیان در اونجا صحبت کردن، چقدر زیبا. بعد نبه ها صحبت کردن، به هر جهت یاد این مرد بزرگ گرامی و برای همه خانواده آرزوی تندرستی و بقای عمر و سرفرازی آرزو میکنم. ازم یه مطلب کوچیک دیگرم من یادداشت کردم در مورد خانم سیمین بهبهانی نازنین، یادشون گرامی، که خب من در روز قبلم توضیح دادم در رادیو تلویزیون ها هم به حد وفور، یعنی مثلا خانم هما سرشار نازنین 3 ساعت برنامه‌شون رو به ایشون تخصیص داده بودن. دیشب باز در یه برنامه رادیویی دیگه دیدم که در هوای تازه باز 2 ساعت برنامه رو به همه کس و همه، هم تلویزیون هم همه. ولی یک اشاره کوچیک من ضمن احترام به این بانوی ارجمند، این شاعره ایرانی و کسانی که دوستشون دارن، منم دوستشون دارم، نه که نجده باشم، چون خیلی شعرهای زیبایی گفتن، صدها و صدها که بی نظیره. ولی یک مطلبی رو فقط یادآوری کنم که میخوام بگم که ایشون هم یه انگشت کوچولویی در همین 57 داشتن، به این ترتیب که اون شعر دوباره میسازمت وطن رو حالا نخوندن. ما حالا داریم ازش استفاده میکنیم، آقای داریوش میخونه، آقای اون خواننده که بعد از شجریان هست، اون یکی اون در مراسمش خونده بود و غیره و غیره اینا. ولی شعر چی بود؟ دوباره میسازمت وطن رو
اینو در زمانی که پادشاه ایران سر کار بود و اون حکومت بسیار نازنین ایرانی داشت خدمت میکرد و ما رو به اوج ترقی و تعالی رسونده بود، ایشون هم چون جزو توده‌ای های خیلی خیلی هچی محکم بودن مثل سایر توده‌ای ها و ایشون هم اینو خونده بود که یعنی میخواد ایران رو خراب کنه که کردن و ایران رو دوباره بسازه که ساختن و ساختمان جدیدش رو داریم الان 36 ساله که نظاره میکنیم. خواستم بگم که هر کس خوبیاش به جای خودش، بدیاش هم بالاخره باید میگه، حالا برعکسش هم میشه، میگه از بدیاش گفتی حالا حسنش رو بگو، یا از حسنش گفتی حالا از بدیاش بگو. خواستم اینو خدمتتون عرض کرده باشم که یادتون باشه این شعر رو در زمانی که اون حکومت بسیار انسانی در ایران داشت حکومت میکرد، اون موقع این شعر رو خوندن که یعنی حکومت پادشاهی ایران از بین بره و ما ایران رو دوباره با استخون خودمون بسازیم که ساختیم و چه ساختمانی هم کردیم، کیف داریم میکنیم ازش. خب عرضم بزرگتون که داشتیم از این، من یه مقدار دیگه از اینو چون خیلی از من خواسته شده اجازه بدید، بسیار زیاد 14 صفحه هست، من مثل این که 10-11 صفحه شو خوندم ولی از صفحه 11 دوباره ادامه میدم، این 4 صفحه رو براتون میخونم، بسیار جالبه. میگه ما به او بد کردیم، نوشته برزو پناهی، اولینش رو براتون میخونم. میگه ما بد کردیم وقتی در سال 1357 فریاد زدیم آزادی، استقلال، جمهوری اسلامی، چرا که نه مفهوم روشن و درستی از آزادی در نظر داشتیم و نه مستعمره کشوری بودیم که بخواهیم استقلال خود را به دست آوریم و نه میدانستیم جمهوری اسلامی چه نظامی است. این اولشه، من 10 صفحه شو خوندم، 4 صفحه بسیار فاصله دار است، براتون بخونم. میگه کارکنان رادیو تلویزیون بد کردن، اعتصاب کردن و در راهپیمایی تاسوعا شرکت کردن که از خواستهای قطعنامه‌شان این بود جلوگیری از نمایش فیلم‌های خلاف اخلاق و منافی عفت در تلویزیون، به ویژه فیلم‌های اینگمار اینگرید برگمن، البته غلط نوشته، اینگرید برگمن که از زیباترین ستارگان ملکه موناکو بود که هیچ وقت فیلم بدی نداشت ولی نوشتن گفتن که این فیلم بدی بوده، ولی حالا خود رئیس پلیس یا رئیس پاسدار کرج با 8 تا نمیدونم 18 تا خانوم لخت واسده نماز جماعت میخونه، این حالا این اشکال نداره، اینا حالا منافی عفت نیست. میگه آن دسته از کارکنان رادیو تلویزیون بدتر کردند که رفتن دو مدرسه کانال تلویزیونی مدار بسته برای خمینی راه انداخته و مزدشان را هم از خمینی با این گفته او که از همون کانال هم پخش شد گرفتن که تلویزیون مرکز فحش است. یعنی کسانی که رفتن اون کارو کردن فاحشه‌های ایرانی بودن. کارکنان شرکت نفت در جنوب بد کردند، شیرهای نفت را بستند و نخواستند حرف بازماندگان قربانیان سینما رکس آبادان را قبول کنند که شعله جهنم رکس را آخونها افروختند که همون خامنه ای کرد به دستور خمینی. همافران بد کردند به دستبوس، من مجبورم میذاره آب بخورم، عذر میخوام از حضورتون، ببخشید منو. همافران بد کردن به دستبوس خمینی در مدرسه علوی رفتن و فراموش کردن آنها جوانترین پرسنل مدرنترین نیروی هوایی خاورمیانه هستند، با آیندهی مرفه‌تر و نه آفتاب آب کنه جعفر طیار. تقدیم به تمام همافرا، اونایی که رفتن، نه اینان ببخشید خیلی عذر میخوام، نه اینان که گفتم دیگران، چون اینان نیست که نقد را با نهادن و به دنبال نسیه جمهوری اسلامی رفتن و حتی از سر کنجکاوی هم که شده نپرسیدن آنچه که در راه است چیست، بد کردن.
بد کردند که بر هشدار محمد رضا شاه پهلوی که خمینی و کسانش برای ایرانی و ایران وحشت بزرگ در آستین دارند درنگ و تأمل نکردند که دیدیم چنین نیز شد. ما بد کردیم که بر این هشدار محمد رضا شاه پهلوی درنگ و تأمل نکردیم که اگر نظام ایران سقوط کند منطقه روی آرامش نخواهد دید که میبینیم همین نیز شد و 36 سال است که الان داعش از توش در اومد، نمیدونم تمام اینا که میدونید خرابکارها و مسلمین، هم میگه که تمام جنایتکارها و تروریستها مسلمان نیستن، نه ببخشید میگه تمام مسلمان ها تروریست و جنایتکار نیستن ولی همه تروریست ها و جنایتکاران مسلمان هن. ما به ایران بد کردیم، به خود بد کردیم و به نسل آینده من و بیش از همه به محمد رضا شاه پهلوی. به عمد یا به سهو در انقلاب اسلامی با سپردن عقل خیش به آخوند بر آنچه او برای ایران کرد چشم بستیم. بیگمان آیندگان در مرور تاریخ ما که در گذشتگان خواهیم بود این پرسش را خواهند داشت که ایرانیان را چه شد که خواستار مرگ مردی شدند که زندگی و همه توان خود را در راه خدمت، رفاه و سرفرازی آنان و ایران به کار برد و ورود کسی را به ایران گلباران کردند که از روز نخستین رسیدن به قدرت مرگ را جولانگاهی بخشید به وسعت ایران. خواهند پرسید این قوم را چه شد که آن را دیو ببخشید و این را فرشته خواندن. گفتن دیو شد بیرون آرد روید فرشته بیرون آرد. چه فرشته ای براتون آمد؟ حال کنید. کم نیستن از دست آمده پس از انقلاب نیست که پیش از به خاک رفتن ما این پرسش را دارن و گاه از خود ما. بیش از 3 دهه از وحشت بزرگ حاکم بر ایران می‌گذرد و حدود 3 دهه است که محمد رضا شاه پهلوی آنجا بر خاک مهربان مصر در آرامگاه خیش در گوشه ای از مسجد الرفاعی قاهره خفته است. ما بد کردیم که به او که او را به ترک سرزمینش ناگزیر کردیم و از رنجی که آخرین لحظه حیاتش از ویران شدن ایران در انقلاب اسلامی بود شادمان شدیم. ما به او بد کردیم. اندیشیدن ما به نجات ایران و باز ساختن آن روان او را شاد می کند. این بسیار جالب بود. اینو در چندین بار خوندم. یه بار دلم میخواد فرصت باشه که همه رو در یک جا براتون بخونم که بدونید که چه خیانتی و چه بدی ما به این مرد بزرگ و به وطنمون و به خودمون کردیم. اینم که خوندم خدمتون. از ایمیل بیداری هم از ترس کارگردان دیگه نمیخونم. راجع به سیمین بهبهانی هم عرض کردم. بیداری هم که همین قرار شد نگم. بعد عرضم بزرگتون که از آقای پزشکپور گفتم چند روز پیش در برنامه قبلیم، البته اونم مثل آقای ماسالی که در هفته قبل براتون پخش کردم و چقدر مورد توجه عزیزان، البته اینو من ایجاد نکردم، اینو از تلویزیون صدای آمریکا شنیده بودم. اون مجری برنامه بسیار با شخصیت و جنتلمنی که هست که البته اسمشون رو متاسفانه یادم رفته نمیدونم، ایرج حسن ماسالی رو آورده بود و حسن ماسالی ادعا کرد که چقدر پول و مال جبهه ملی بود، ادعا کرد، یعنی توضیح داد که چقدر پول و اسلحه و نمیدونم امکانات و رادیو و تمام چیزا از قذافی گرفت و 3 سال تمام به اینا ساپورت میداد که اینا به ایران حمله کنن، ایرانی رو بکشن، ایران رو خراب کنن. یکی از جبهه ملی ها بوده که با مجاهدین همکاری کرده، با چریکای فدایی و غیره و غیره، تمام بمجلایی که ایران رو به لجن و فساد کشیدن این باشون همکار بوده و خود
جبهه ملی که سردسته همشون بود، که رهبرشون هم آقای سنجابی گفت که امام از غرب می آید و چراغ می آورد و قفلا رو واکنید و چفت بذارید و نمیدونم دره رو ببندید، و اون آقای نوری علا و اینا که نوری علا که نوشت که آقا ببین خدا میاد و از غرب میاد خورشید و شاید از این مزخرفات، اینا همشون مال جبهه ملی و غیره بود. آقای پزشکپور هم رهبر حزب پانیرانیست بود که گفت که داشت از شکوهمند بسیار بسیار واقعیشون چیز میگه، گفت که ما حتما میارم یه رو فیلمشو میارم براتون چند دقیقش رو همینو نشون میدم، که گفت که ما این انقلاب رو ما کردیم و بسیار هم شکوهمند بود و فلان بود اینا. و اون وقت داشت این مرد ابله رهبر حزب پانیرانیست داشت میگفت که میدونی نماینده مجلس بود، مثل این که نمیدونم وکیل یعنی دکتر حقوق هم بود یا نبود اینا، نمیدونم چه مثلا تو کدوم نمیخوام بگم طبیله، نمیدونم کجا درس خونده بود، میگفت که چیزه چی بود، میگفت که داشت مسخره میکرد، میگفت حکومتی که گل به یقش میزنه و گل میارد و گل میبرد اینا، یعنی گل به یقه زدن هویدا رو یکی از علل انقلاب و یکی از دلایل بد بودن حکومت میدونست، یعنی اگر تمیز بود، اگه بوی گل میداد، اگه گل به یقش میزد، این اشکال فرهنگی و اشکال حکومتی بود، ولی حالا که به جای گل میدونی چی میزنن به سرشون و به یقشون و اون چی میگن چارقد زنای فلسطینی رو میندازن رو گردنشون، خود رهبر و آجانا و یعنی اون پاسدارا منظورمه اینا و غیره و افتخار میکنن باش، این الان خوبه، ولی گل به یقه زدن حکومت مورد انتقاد این رهبر حزب پانیرانیست بود. و البته اون کسی هم که باش مصاحبه میکرد آقای لیمونادی هم که میدونی که نمیدونم کجای توده یه چی بوده، که همیشه اونم ضد شاه همیشه صحبت، ضد حکومت همیشه صحبت میکرد، یه میگن یکی یه میخ به نعل میزد، یکی نمیدونم به دیوار میزد، یه همچی چیزی، اینم میگفت که بله خب آقا در مملکت کار نبود، تمام دهاتی ها به عشق چلو کباب آمده بودن این تهران و اینا اومدن انقلاب کردن، در مملکت دیگه 2 میلیون کارگر ما از تمام دنیا، از هند، از آمریکا، از انگلیس، از فرانسه، از آلمان، از نمیدونم از تمام کشورها، راننده، دکتر، همه چی آورده بودیم، 2 میلیون کارگر، یعنی کارگر نداشتیم. اون وقت این مرد واقعا نمیخوام بگم ابله، میخوام بگم مثلا حالا یه چیزی نقطه قشنگتر از ابله، گفت که خب بله کار نبود در مملکت و اینها، حالا با اون قیافه شم که همیشه میگفت اینا. خب اونم بگذاریم، این انتقادمون هم کردیم، دلمون خنک شد. بعد یه شعری هم هست که زیر جا خوندم قشنگه بگم، آنچه کند یک تن تنهای شاه نیست میسر که کند صد سپاه. بعد یه شعر دیگه هم هست مال نیرو دریایی، یاد بچه‌های نیرو دریایی که خوشبختانه با بودن ناخدا مدنی بچه‌های دریایی هیچ کدوم اعدام نشدن، ولی خیلی بهشون توهین شد، به ویژه به افسرهایی که در واحدهای رزمی بودن در روی زمین، من شاهدش بودم، گفتن که میگفتن موجیم که آسودگی ما عدم ماست، ما زنده برانیم که آرام نداریم. اینم براتون خوندم. یه مطلب بسیار مهم دیگه آخر برنامه است، تونتون یادم میاد، هفته آینده یعنی همین هفته روز جمعه 29 آگست 14 جمعه و تا پایان عصر یک شنبه 31 آگست به همت بنیاد مهرگان در سالونی در سان دیگو یک مراسم بسیار بزرگ سخنرانی بیش از 20 تن از فرهیختگان جوان و دانشمند ایرانی است، بیشتر در مورد همین رنسانس فرهنگ ایرانی و به ویژه در به هر جهت در مورد ایران. و علتی که من دارم خدمتتون عرض میکنم اینه که بانوی بسیار ارزشمند تلویزیون ایران آریایی، ببخشید من ایشون الان به حساب منتسب میکنم یا
جزء عزیزان ایرانی تلویزیون ایران آریایی میگم، خانم مهران ملکی در ساعت 8:30 عصر جمعه سخنرانیشون هست. خواهش میکنم برین شرکت کنید و در خدمتشون باشین. من هم اگر بتونم با افتخار در خدمتشون خواهم بود. خط یک در خدمتون هستم، بفرما. خواهش میکنم. درود بر شما. درود به شما خانم نازنینم. حالتون خوبه خانم بینا؟ درد نیستیم، خدا رو شکر. جون دلم، خواستم بگم ازتون سپاسگزارم برای این که این همه خانم طرف دار دارن. شما حقیقت رو گفتید و یه خانم توده‌ای با افتخار میگفتم که من اولین کسی بودم که سیدی زدم تو گوش جهانشاه ساله، پروفسور جهانشاه ساله. میدونی چرا گوشی رو سیدی رو زد؟ خاطر این که بچه های دیگه، شاگردای دیگه رو روشون رو باز کنه. خب میدونی که ما ایرانی ها مقلدیم. بله. و دیگه کسی که نامم داشته باشه و شاعر باشه و پیشرو باشه و گفت چه دل زیبا، چه روایت گزیده تر برد کالا، تمام این بدبختی ها رو اینا رو بنده باز. درسته. حالا میخواد شاعر خوبی باشه، میخواد خوب نباشه، ما شعرش خوبه اونم بله قبول داریم، اثراتش هم میبوسیم، بله، ولی شعر اولی که ساخته بود چقدر اثر بدی داشت و حالا همه دارن میخونن. البته حالا خب به این دلیلی حالا یا میخونن، ولی به هر جهت اون اثر مخربش داشت. من هر جوانی رو که دار میزند دست این تو دیاره روش میبینم، صد درصد میبینم که اینا مقصر بودن. صد درصد. حالا شاعر بزرگی باشه، میخواد شاعر کوچیکی باشه، ولی آدم کوچیکی بودن اینا. آفرین. سپاسگزارم خانم بینای نازنین، مرسی. چقدر لطف کردین، بعد از مدت ها صدای گرمتون رو شنیدم. لطف دارید. خدا نگهدارت. خدا نگهدار. مرسی. خط دو در خدمتتون هستم. آقا باقی، من میخواستم یادآوری کنم که این کنفرانس رنسانس ایرانی این هفته که هست دوشنبه لیبر دی تعطیله. در آمریکا تعطیله. بله. این رو یادآوری کنم که اگه اشخاصی میخوان از اینجا برن سان دیگو، که دوشنبه تعطیل راحت برن، دوشنبه هم برمیگردن. بله، و میتونن از حالا هتلشون رو رزرو کنن، کاراشون رو بکنن که مشکل. ضمناً یک شنبه شب هم مراسم جشن و سرور هست و موزیک هست و شام هست و اینا. این هم خواستم خبر خوشحالی هم بهتون بدم. سپاسگزار. با فضیت در همه ایرانیان راستی. سپاسگزار از لطف شما و اطلاعی که به ما دادید. خب اینم آخرین اطلاع، پس یادتون نره. من بیشتر ضمن این که به همه عزیزان افتخار میکنم و همه شونو میبوسم، به خصوص آقای دکتر فصیحی نازنی که ما در خدمتشون بودیم، آقای شاهین نژاد و خیلی از عزیزانی که میشناسیم و دوستشون داریم در این مراسم شرکت دارن. هر کدومشون حداقل یک ساعت سخنرانی میکنن و واقعا شنیدنیست. فکر میکنم اگر یک مجموعه اطلاعات بسیار روشن و زیبایی رو میخواید اطلاع داشته باشین و به حساب ازش استفاده مثبت بکنید، باید تشریف ببرید. من به ویژه در مورد خانم مهران ملکی توصیه میکنم به همه عزیزان تشریف ببرید و جمعه شب رو در خدمت ساعت 8:30 شب خانم مهران ملکی سخنرانشون هست، توجه بفرمایید. من دیگه چقدر فرصت دارم نازنینم؟ او چقدر؟ دو دقیقه فقط به خداحافظی هم نمیرسه دیگه، چیزی نمیرسیم بخونیم. این کتاب فروغ‌هایی در تاریکی رو از شجاع‌الدین شفا، برگزیده ای از مجموعه آثار، یادتون نره اینو زنگ بزنید درخواست کنید. خواهش میکنم یه مدتی دیگه کتاب نمیخرید، تمام این کتاب رو
صورتش در دفتر تلویزیون هست. من اگر هر روز نمیخوام برنامه بیام بشنم صورت کتاب بگم مثلا دو ساعت، فکر میکنم به نظر خودم یه چیزایی بگم که شاید به دردتون بخوره، شاید بیشتر مورد استفاده باشه، چون کتاب ها میتونید بگیرید بخونید و خب مطلع بشید، ولی یه مطالبی هست که از این طرف اون طرف من جمع و جور میکنم خدمتون تقدیم میکنم. بعد به حضورتون که دیگه چیزایی که باید چندین مورده که همیشه عرض میکنم، بذارین تا این یه دقیقه و 30 ثانیه که وقت دارم، یکی نام بچه آخونده رو نگین آقازاده، این یک توهین به آغاز آخونزاده، چرا میگین آقازاده؟ یکی برگردان نام های عربی، ترکی، مغولی، نمیدونم مثل یا مثلا یونانی، اسکندر کسی که به ما حمله کرده، یا نمیدونم تیمور، یا نمیدونم اینا جالب، علی، محمد، عبد حسن، عبدالحسین، عبدالخنم، نمچی ما عبد کسی نیستیم، غلام حسن نیستیم، غلام حسین نیستیم، ایرانی خودش سرور همه عرب هاست. بنابراین اسامیتون رو عوض کنید. بچه هاتون سغرا، سکینه، رقیه، معانی بسیار زشتی داره، باره ها خوندم، بازم بخواین براتون میخونم، عوض کنید به نام های ایران. به کار بردن تاریخ شاهنشاهی ایرانی را 2573 شاهنشاهی، نه 1393 عربی که روز فرار حضرت محمد ابن عبدالله، محمد رسول الله، پیغمبر عرب ها که از مکه به مدینه فرار کردن، اون تاریخ ایران نیست. تاریخ ایران تاریخ تاجگذاری کوروش بزرگ 2573. بعد دیگه ببینید فقط زرتشت چی گفته براتون بگم. گفته که من برای نبرد با تاریکی شمشیر نمی کشم، چراغ روشن می کنم. اینم آخرین کلام من بود از فرمایش گوهربار زرتشت. عرضم به حضورتون که وقت تموم شد. واقعا وقتی آدم در خدمت شما هست اصلا وقت رو احساس نمیکنه، یک ساعت و نیمه، ولی امیدوارم که شما هم از حداقل چند لحظاتش استفاده برده باشید. برابر معمول همیشه بیاد دوران پرشکوه گذشته، دوران پهلوی ها و به امید رهایی ایران در آتیه بسیار نزدیک، من همه شما رو به خداوند میسپارم. و امروز باز آخرین کلام خانم آزاده، من ضمناً دنبال خانم آزاده دستیار آقای رضا فاضلی میگردم. تلویزیون ما به ویژه برنامه من، خواهش میکنم هر کسی ایشونو میشناسه لطف کنین به ما خبر بدین، شماره شونو بدین ما باشون تماس داشته باشیم. آزاده نازنین با اون صدای بسیار زیباش میگفت که نازنینم، نازنینم، چه دعا بهتر از این؟ گریاد از سر شوق، خندد از ته دل، نبود هیچ غروبت غمناک. منم آرزو میکنم نه تنها غروبتون، هیچ روزتون، هیچ زمانتون، هیچ لحظتون غم و ناخوشی نباشه، همیشه شادی و زیبایی. ایران را به اهورامزدای ایران میسپاریم.